درود و شامتان شاد تماشاگر بخش دوم آخر خط به گونه زنده با من رشاد زریر از نور رسید پرونده بندر چابهار پنجره تازه افغانستان به سوی بازار عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت که از سفرش به با ایران بازگشت در پیوند بر راه افتادن بندر چابهار و گشایش روزنه دیگری در سقف نموی اقتصاد کشور نزدیکی افغانستان و آسیای میانه از این طریق و پیوند شرق و غرب برای مردم امیدواری داد بندر چابهار که نزدیکترین راه ترانزیتی آسیای میانه از طریق افغانستان به آسیای جنوبی و اروپا است برای گسترش اقتصاد کشور سودمند و بدیل خوبی برای بندر گوادر کراچی نیز است از سوی دیگر اما در حالی که روی کار آمدن شبکه ترانزیتی از راه بندر چابهار وابستگی افغانستان را به پاکستان در حوزه صادرات و واردات کاهش میدهد گفته است این کشور برای برهم زدن معادله ترانزیتی چابهار بین افغانستان، ایران و هند نقشه های در سر دارد. اینکه کاربری چابهار به عنوان چهارراه تازه ترانزیت افغانستان با جهان با منافع پاکستان چه ناهمخوانی ها دارد و آیا پاکستان فر فرارو خواهد بود؟ پاسخ این پرسش در کاوش بحث با آقای غلام فاروق مجرو نماینده مردم در مجلس و همچنان آقای توسلی قردستانی وعده سپرده بودند که هنوز دیده در آشان هستیم که تشریف بیارن خیلی ممنون جناب وکیل سیب تشکر از در آمد گشایش بس را داشته باشین جناب وکیل سیب نگاهتان به بندر چابهار و گشایشش به عنوان راه ترانزیتی تازه افغانستان با جهان اروپا و همچنان دسترسی با آبهای آزاد چی هست؟ به نام خداوند بزرگ بارد سلام خدمت شما و همکاران و محترمتان و همچنان بینندگان عزیز تلویزیون نور همچنانی که شما در مقدمه هم گفتید بندر شهاب چابهار از لحاظ اقتصادی بر افغانستان از اهمیت بسیار خاص برخوردار است ضمن ای که افغانستان بنیاد می از پاکستان و از بندر گوادر و یک رای طولانی به یک رای نزدیک تعویز میکنه میدانه که افغانستان به همون چهار رای ترانزیت تجارتی میان آسیای میان جنوب آسیا و کشورهای آسیای میان, میان و خاور میان و همچنین کشورهای شرق امو مصداق و گفته های افغانستان یا مستاق ادعاهای افغانستان باشه فعال شدن بندر چابهار میتونه که راه نه تنها به افغانستان و ورود و صدور کالا از به افغانستان و بالعکس هموار بسازه میتونه که زمینه ساز سرمایه گذاری یا توجه خیلی از کشورهای آسیای میانه و اروپا باشه برای افغانستان و همچنان چین که در واقع بزرگترین مرکز صدور کالا به کشورهای بیرونی است او رو هم میتونه تشویق بسیار خوب باشه که به جانب افغانستان نظر بکنه و خط ابریشم برای احیای خط ابریشم چین به افغانستان کمک بکنه و همچنان کشورهای جنوب آسیا میتونه از استفاده بسیار خوب بکنه بنان از لحاظ اقتصادی هم برای افغانستان بسیار خوب هست و هم دیگر با خیلی از کشورها میتونه با یکدیگر وصل بشه با توجه به اهمیتش توجه دولت افغانستان دستگاه اقتصادی افغانستان و همچنان سفر آقای عبدالله رئیس اجرایی و دیدارش از بندر چگونه بررسی میکنه خیلی خوب خیلی خوب حکومت از حق اگر نگذاریم حکومت افغانستان بعد از ایجاد حکومت وعدت ملی در بعض از عرصه که ناکام بوده مثلا مثل فساد داری حکومت داری خوب اصل مراعات کردن اصل شایست سوسیالی در افغانستان ناکام بوده اما در بعض از عرصه کامیاب بوده به طور مثال برنامه اقتصادی کلان بسیار خوب داره ما فرصت های بسیار زیادی در تایی چهارده سال گذشته از دست دادیم و نتونستیم به او آرمان های درست خود برسیم ما فرصت های خوب داشتیم، امنیت داشتیم، حمایت جهان با خود داشتیم پول بسیار باد آورده بر افغانستان داشتیم ما هم رد نمی کنم که کشورهای خارجی هم علاقه چندانی برای تحکیم زربانه های افغانستان نداشتند ولی ایره هم باید بپذیریم که افغانستان هم یک برنامه خاص برای زربانه های افغانستان نداشت اما حکمت وعدت ملی یا رئیس جمهور فیلی افغانستان در رابطه با برنامه های کلان اقتصادی برای زربانه های افغانستان برنامه های در سر داره و مسئله فعال ساختن بندر چابهار، مسئله توپی، کاسا <تص> <تص> یک هزار اینو برنامه های بسیار کلان ملی هست که میتونه افغانستان وصل بسازه در واقع ملت ها رو به یک دیگر وصل بسازه وی لحاظ اقتصادی هم با خیر برنامه های دولت است که نگاهش به فرصت ها چگونه بوده و کاربری از اون فرصت ها یکی وارد عمل شدن و واقعا عمل ساختن است چقدر امیدواری دارین که واقعا خوشبینی دارین که عملی شوی پروژه ها میتونه میتونه با معذرت از یک طرف افغانستان هم علاقه داره هم نیازمندی داره و ما میتونه که به نوعی از لحاظ ورود کالا به افغانستان ما را حداقل از پاکستان بینیاز باشه شما میدانید که پاکستان با مجردی که روابط سدتر میشه صدها مشکل برای مال و تجاره افغانستان ایجاد میکنه و موترهای حامل مواد ارتزاقی به مواد اولیه روزها و ماهها در بنادر پاکستان در اونجا توقف داده میشه و برای تجار افغانستان معدیدیت ها وزن تا هم اکنون تا می اکنون وقتی ما بندر چابهار ها رو با خود داشته باشیم میتونیم که این محدودیت ها را در واقع از بین ببارین شما میگین که, که, بندر ها... چابهار واقعا بدیلی برای گوادر شوه یا آنچه که آقای عبدالله گفتن همزمان با گوادر هم نیازمندی داریم و از شیست میخوام من امی موضوع را میخواستم تکمیل بکنم که میتونه که محدودیت ها کم بسازه و که ما برای پاکستان نیازمند هستیم برای خرید کالا متوجه باشین که اما او هم نیازمند هست برای, خ... برای, فروش کالا بح. وقتی فروش کالا خریدار نداشته باشه طبیعتا که او هم سلسله مشکلات اقتصادی می داشته باشه بنا اونا چون ما نیازمندتر بودیم همیشه کوشش کردند که پاکستانی ها از این فرصت استفاده بکنند و افغانستان تحت تاثیر داشته باشند وقتی بندر چابه ها را ما با خود داشته باشیم محدودیت هایی که بالای مال تجاری افغانستان وضع می از جانب اون محدودت ها، محدودت ها امیشه. پاکستان اون محدودیت ها رفع می ولی که ما می که هم با, 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 با ورود بعضی از کالا از بندر گوادور یک سلسله چیها را داشته باشیم سهولت ها را داشته باشیم وقت پاکستانی ها به خاطر جلب توجه بیشتر افغان ها و خرید کالا اونا بیشتر برای ما به ما سهولت ایجاد میکنند اه. و و در واقع میتونیم بگوییم که باز بندر چابهار هم میتونه یک صورت دیگه برای ما باشه و این بندر این بندر ضمن که برای ما مایتاج افغانستان برای ساده ای یک بحث قضیه هست برای ما مهم وصل ساختن ملت ها با یک دیگر هست در طریق بندر چابهار افغانستان میتونه یک کشور ترانزیت باشه برای صدور و ورود کالا با افغانستان. ای برد 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 مهمه. خب که به افغانستان یه بدید به بسیار مهم با توجه به اینکه پاکستان در حوزه همون نگاه عمق استراتژیکیش به افغانستان گفته میشه که دوست نداره که وابستگی افغانستان ازش کاسته شوه. و وقتی بندر چابهار گشوده شوه ای پرونده باز گشایی شوه به نظرتان پاکستان ممانعت نمیکنه آنچه که حالا گفته میشه شب و روز خب شکی نیست که پاکستان همیشه کوشش کرده که افغانستان وابستگی های اقتصادی امنیتی برای, اف... برای پاکستان برای پاکستان داشته باشه افغانستان و خب افغان... برای افغانستان برمیگرده که چقدر بتانه این وابستگی ها کم بسازه یک از راه های کم ساختن و کم ساختن یعنی وابستگی ها و بهبود و اقتصادی افغانستان و اتصال افغانستان به سایر کشورها ها برنامه هست این برنامه مثلا توپی هست که میتونه چند کشور دیگر پاکستان از طریق گوادر خیلی منافعی به دست میاره و اینکه که بندر چابهار بدیلی برای گوادر شوه یا حتی نی نیم همشه با گوادر به پاکستان ضرر میرسه اینجا برای ما آ آ منافع ما مهم هست اما قسم که برای پاکستان منافعش مهم هست اما قسم که اونو میخواد که می نفع از دست بده ما هم باید فکر ردی باشیم که چی قسم نفع به دست بیاریم برای ما بسیار خوب هست که هم چابه ها را داشته باشیم و قسمی هم با گواده رو با خود داشته باشیم با چابه ها را به خاطر اتصال اتصال افغانستان به کشورهای اروپایی کشورهای آسیای میانه آسیای میانه به خاور میانه خاور میانه به جنوب آسیا و به شرق آسیا این برای ما بسیار مهم است که ترانزیت تر، ما در واقع ادعای ترانزیتی خود یا ادعای چارای امی کشورها را به یکدیگر ثابت بسازیم که بله ما کشوری هستیم که میتونیم اروپا را به آسیا آسیای میانه را به خاور میانه خاور میانه را به جنوب آسیا وصل ای برای ما بسیار مهم هست در کنار از او همینقدر که ما نیازمند هستیم جمهوری اسلامی ایران هم نیازمند هست امروز شما میدانین که ایران مورد تحریم جهانی است باز مشکلات های که در اخیر پیش آمده میان با با کشورهای اسلامی که ما آرزو داریم که که مشکلات در بین کشورهای اسلامی حل شود ایران نیازمندتر میزاده که با افغانستان به عنوان یک کشور همسایه ی در قسمت همکاری اقتصادی بیشتر همکاری بکنه ما میتونیم که از هم یک فرصت بسیار خوبی هست استفاده بکنیم هم ایران میتونه استفاده خود داشته باشه هم افغانستان میتونه استفاده خود داشته باشه حالا از کشورهای جنوب آسیا مثل ایران و هند و اینا و همچنان از آسیای میانه کشورهای مثل ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان تاجیکستان که مثل افغانستان مهاد به که هستند چی انتظار دارن که واقعا اینا باید گام بردارن کمک بکنن افغانستان ایران و هند در حوزه خب اینا کشورهایی که ما تا به خشک هستن از جمله کشورهای آسیای میانه اونا هم یک سلسله نیازمندی های دارن که میتونن از این ای نیازمندی های خود کوتاه بکنند راره را برای ورود کالا به کشورهای خود کوتاه بکنند را را برای صدور کالای خود به کشورهای دیگر اینها حتما افغانستان هم کاری میکنند شما ببینید مسئله تاپی افغانستان پاکستان هند سه کشور متخاصم ولی وقتی منفعت منفعت جمعی در میان هست این سه کشور با یکدیگر در یک خط منافع قرار میگیرند درست بنان این کشورهای آسیایی میانه هم فعلا با افغانستان در یک خط با با همسود قرار دارن اینا میتونیم بگیم کشورهای همسود کشورهایی که میتونن منافع مشترک داشته باشند کشورهایی که میتونن در این قسمت یکدیگر همکاری بکنند به منافع اقتصادی کشورهای آسیایی میانه مطمئنن که افغانستان همکاری میکنند البته در, در درسی اقتصادی همکاری میکنند ولی کشورهای مثل پاکستان که در مسائل امنیتی افغانستان زیر اخلا هست او مکلفیت داره که در قسمت انتقال گاز و انرژی کشورهای آسیایی میانه به افغانستان به پاکستان با مذارت از طریق افغانستان همکاری بکنه وقتی او همکاری بکنه ما میتونیم در کنار همکاری امنیتی که پاکستان مجبور هست که او را با خود داشته باشه ما از او استفاده بکنیم هم از ترانزیت گاز و انرژی به پاکستان و هندوستان بهره ببریم و هم از لحاظ اقتصادی بندر چابهار ما بتانیم که استفاده از رو ببریم و هم هم در تامین امنیت به نفع و خیر افغانستان هست هم در ترانزیت کالا به نفع و خیر افغانستان هست و هم در نیاز تامین نیازمندی های خود افغانستان به خیر ما تمام میشه مثلا ما قالین افغانستان قالین بهترین قالین دستباف افغانستان از طریق افغانستان میره به پاکستان از پاکستان با 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 مو نشان پاکستان تحت نام پاکستان من هیت کالای پاکستانی صدور میشه به کشورهای دیگه وقتی ما بندر چابه ها رو با خود داشته باشیم ما هیچ نیازی نداریم که قالین خود صادر بکنیم به پاکستان تا پاکستان با نام خود صادر بکنه به کشورهای دیگه ما قالین خود کرک خود ما مثلا شیرین بویه خود ما زعفران خود ما خیلی از کالای صادراتی که داریم اینها را از طریق خود به نام خود ما صادر بکنیم به کشورهای دیگه حالا خب تا هم اکنون گفته میشه که در بندر چابهار حدود 100 شرکت افغانستانی یا 100 بازرگان افغانستانی که اونجا کارمندا داره کار میکنن و کارها در جریان بوده و امیدواری ها داده میشه از طرف دولت و دستگاه اقتصادی و دیپلماسی افغانستان که تا سالهای آینده به سالانه 6 میلیون سرمایه‌گذاری در این بندر از طریق افغانستان میشه این امیدواری ها واقعا وجود داره یا که مثل گذشته باغ های سرخ و که به مردم افغانستان نشان داده میشه ببینید بعضی وقت ها منافع منافع مجبور میسازه که حرفا با در در گفته باقی نمونه در عمل پیاده بشه <applause> مسئله بندر چابهار افغانستان مکلف نسازه که بره به اونجا سرمایه گذاری بکنه تجار افغانستان تشویق بکنه تا اونجا سرمایه گذاری بکنن فرصت های شغلی برای جوانای افغانستان در اونجا ایجاد شوه مثلا امنیت در تامین امنیت مکلفیت پیدا میکنه که حکومت توجه بکنه نو کسایی که افغانستان حمایت میکنن مکلفیت پیدا میکنن که در اونجا در این ارتما هم همکاری بکنند هر چند که ایره هم باز میخوایم بگویم کشورهایی که افغان... ایران مورد تحریم از ها هست <مترجم> کشورهایی که از اینجا متضرر میشن برزن خوش نمیگذاره که بندر چابهار او قسمی که ما میخوایم فعال شوه و با فعالیت آغاز بکنه و افغانستان به عنوان یک, 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 یک نقطه اتصال خیلی از ملت ها رو به یک دیگر اصل بسازه ولی کارشکنی ها در ارتشات پیدا شود ولی ما مطمئنم که هم ایران هم افغانستان خب از اونجایی که ای... برخی نامیده وجود دارم پروژه تاپیره که شما اشاره کردین کاسا یک هزار و همچنان پروژه خط آهن آسیایی میانه به افغانستان سفرهایی که داشتن آقای رئیس جمهور با آسیای میانه و خط آهن چین به افغانستان و خط آهن ایران و بالاخره بندر چابهار و اینا به افغانستان به نظرتان اینها فرصت ها هست ولی موانع هم دارن از جمله ناامنی که در افغانستان و در مسیر ایراها وجود داره که دولت افغانستان گفته میشه نقد میشه که بعد اول این موانع را برمی‌داشتی فراروها را بعد ایگاما را بلند کرده. ببینید اقتصاد و امنیت دو بال یک پرواز هست وقتی اقتصاد پای منافع اقتصادی کشورها به داخل افغانستان کشانده شوه <applause> یک سلسله حمایت ها هم به افغانستان متوجه میشه و یک سلسله بخالفت ها هم متوجه میشه چون امی, امی امی منافعی که صدمه دید به فکر تخریب بشه منافعی که تامین شد به فکر حمایت میشه ما و اینا صد فیصد سطف ما به با این باور هستم که کشورهایی که منافعشان در اینجا هست اونا کوشش میکنند افغانستان حمایت بکنند افغانستان و با پاکستان تحت فشار قرار بدن تا دست از مداخله در امور افغانستان برداره ولی خب طبیعتا پاکستان و بعد از کشورهایی که یا با افغانستان مشکل دارند و یا با ایران مشکل دارند برای از اینا خوش نمیگذاره کوشش میکنن که این برنامه را تخریب بکنن و نگذارن که به منصه اجراق را بگیرم. سپاس خیلی ممنون. آقای عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی که سفر کرده بودند به بندر چابهار و سخنرانی داشتند در دانشگاه آزاد اسلامی واقع سیستان بلوچستان در مورد اونجا هم گفتند و در سخنرانی پس از سفر ایرانشان در کابل هم گفتند که ما بندر چابهار را که بازگشایی میکنیم به این معنا نیست که بندر کراچی یا گواد در رما بسته بکنیم از این طریق صادرات و واردات نداشته باشیم از سوی دیگر گفته میشه که همزمان با ای پاکستان نقشه های در سر داره از جمله ای که عربستان با ایران مشکل داره و وزیر خارجه عربستان به پاکستان سفر میکنه و پس از او طالبان در حالت انشاب علاقه نشان میتن که با دولت افغانستان صلح بکنن واقعا پشت سر این ها چی ها چه چه رازهایی پس از میان برنامه بحث میکنه ادامه گفتگو امید که تا بایان همراهی من بکنین قابل یادآور است که آقای توسلی غرجستانی استاد دانشگاه هم بعدا سپرده بودن که پیمان چکستن به هر دلیل تشریف نیاوردن جناب وکیل صاحب ادامه میتیم بحث را با این پرسش که گفته میشه پاکستان نقشه های در سر داره برای برهم زدن همین معادله که تازه آغاز شده بین افغانستان ایران و همچنان که هند هم در این بحث داخل است که کنار دریای انان و اقیانوس این قرار داره و بالاخره ای یک راه ترانزیتی بین افغانستان، ایران و هند همچنان میتونه باش. به نظرتون پاکستان واقعا موانع شده نمیتونه خب شک نیست که از لحاظ روابط حسنه افغانستان پاکستان افغانستان ایران هند یک نوع روابط استراتژیک و حسنه از, از, از دیر زمان داره. اما به اینجا میتونه که پاکستان یک مانی بین همکاری های افغانستان ایران هند ایجاد بکنه پاکستان منافع خود رو در اینجا خب طبیعتا وقتی افغانستان نیازمند به بندر کراچی بود اون نیازمندی ها هر وقت که پاکستان هم میخواست مثلی که از مهاجرین به عنوان یک حربه علی دولت افغانستان استفاده میکنند از مسائل صدور کالا هم به افغانستان اینا یک نوع افغانستان تا تحصیل قرار می و به عنوان یک حربه از این استفاده میکردند. کردن بنان که بندر چابهار پاکستان تا تاثیر قرار بده چون فابریک های پاکستانی شرکت های پاکستانی که تا حال مال تجاری خود به افغانستان به فروش می رساندن دیگه او فروش کالا را ندارند به خصوص مواد اولیه و ایره, ایره میتونه که از نو یک صدمه بزنه به اقتصاد پاکستان و اونا کوشش میکنند که از یک طرف تخریب بکنن از یک طرف فرصت ها و سهولت بیشتر و بیتر برای افغان ها ایجاد بکنن تا افغانستان تا افغان ها امو خط خود را ادامه بدن به خصوص مثلا کابل و یا ولایات شرقی افغانستان پس از چی از کالای پاکستانی یا از برنامه که قبلا در قسمت تجارت استفاده میکردن استفاده بکنند هم هم این کار میکنند هم تخریب میکنند حالی که تخریب پاکستانی ها با خصوص پاکستانی ها میشه در افغانستان تخریب امنیتی دست بالا دارند اطلاع سیاسی دا سی سی او دست بالا ندارند ولی خب در امنیتی دست بالای دارند هر جایی که در افغانستان خواستند نعم بزادند متاسفانه با, با, با توجه به یک انمو به انسان هایی که وطن به شلغم سودا میکنن با استفاده و بهرهگیری از همچه افراد میتونند که برنامه های بسیار کلان ملی را در افغانستان اونها به چالش بکشن ولی با توجه به نیازمندی هایی که وجود داره و همکاری هایی که بعد کشورهای امسود با افغانستان میتونه با افغانستان بری بکنه و ایران هم به عنوان یک کشور مقتدر ایران نمیتونیم ما دست کم بگیریم در سطح منطقه و منفعت اقتصادی هم که به ایران داره ایران هم میتونه که در این عرصه افغانستان همکاری بکنه و نگذاره که پروسه با چالش کشیده شه خب آنچنان که گفتم میشه به علاقگی پاکستان نسبت به نزدیکی افغانستان و این و بالاخره دخالت بیشتر این در منطقه و بحث جنگ نیابتی هند و افغانستان در پاکستان به نظرتون تون این مسئله دخیل نمیشه اگر نمونه بگیریم این که قبلا تا حد یک میلیون دلار هم هند سرمایه‌گذاری کرده در چابهار و بالاخره متوقف شده که حالا علاقه نشان داده که اثر بگیرش خب هند متحد استراتژیک افغانستان هست ثبات افغانستان برای هند بسیار اهمیت داره برای افغانستان برای هند چه ثبات سیاسی باشه اقتصادی باشه و امنیتی برای از بسیار مهم هست او کوشش کرده شما میدانید که هند یکی از کشورهای تأثیر گذار و, و از کشورهایی که بزرگترین کمک در برنامه انکشافی افغانستان کرده هند هست ما فکر میکنیم بعد از ایالات متحده امریکا در افغانستان هند است که بگو بزرگترین کمک به افغانستان کرد در حالی که خود هند هم مشکلات های خود می داشته باشه هند یک وقت در افغانستان مشوق نبوده که با پاکستان از در خصومت پیش بیاید و افغانستان هم هیچ وقتی علاقه را نداشته که با خاطر هند با پاکستان از خصومت پیش بیاید ولی پاکستان هست که متاسفانه کوشش میکنه که افغانستان تحت تا تاثیر خود داشته باشه و یک افغانستان ضعیف او به نفع خود و به خیر خود میدانه که باز برای ما این قابل تحمل و قابل قبول نیست هر چند ما بارها در همین شبکه و سایر شبکه و رسانه ها ما عرض کردم که تا زمانی که ما با پاکستان با مشکلات تاریخی خود دست پیدا نکنی که امان و مسائل ارضی و اوبی و رابطه افغانستان با این هست ما نمیتونیم که پاکستان خاطر حال پاکستان داشته باشیم شما دیدین که دیشب در بسته پیشنهادی که پاکستان با امریکا داشت که ما میتونیم به تحت این شرایط افغانستان همکاری بکنیم درست این دقدقه بود که ما حداقل یک سال یا دو سال یا هر زمانی که سر این موضوعات بحث شده همیشه ما این ای, ای را داشتیم که اصل حرف به اینجاست و ما دیشا دیدیم که درست همی پاکستان هم همی را با آمریکا مطرح کرد به عنوان پیشرت صلح به افغانستان حالا این مسئله بندر چابهار از لحاظ اقتصادی میتونه که برای پاکستان حائز اهمیت باشه ولی اگر افغانستان بتونه سر اصل موضوعات با پاکستان هم کنار بیاید این ای منافع منافع بسیار ناچیز است که به خل تاثیر گذار در رابط افغانستان پاکستان و یا که دخالت پاکستان به افغانستان نیست فکر میکنین پاکستان نیازش به بندر چابار بیشتر از است که ضرر ببینه از بندر چابار با توجه به ای که قرار باشه گوا در رای ترانزیتی آسیای میانه و آسیای جنوبی و اروپا از راه افغانستان باشه حالا بدیل بندر چابار شود خب طبیعتا وقتی می بینیم که چابهار رای بسیار نزدیکتر و کوتاهتر است برای اروپا و کشورهای آسیای میانه تا بندر گواتر خب برای پاکستانی خیلی خوش نمیگذره ضمن از که افغان ها بی نیاز میشن این خو یک بحث قضیه است بحث دیگه کوتاه شدن راه و وصل شدن افغانستان با آبها و کشورهای آسیای میانه و از طریق جانب اروپا یه خودش میتونه برای, برای, پاکستان یک زنگ خطر اقتصادی باشه ولی ما برای ما مهم چیست مهم است که منفعت ما در کجاست منفعت کشورهای همسود ما در کجاست خب اگر قرار باشه دولت افغانستان فراروها را بردار و بالاخره گام عملی بردار در قبال علاقه دولت ایران را با توجه به منافعش که در این بحث نرفته است چگونه ارزیابی میکنین از این نمونه که حالا دولت ایران به دولت افغانستان این وعده را داده که اگر آغاز بکنین کسایی که افغانستانی ها یا بازرگان, بازرگان های افغانستان که علاقمند مند سرمایه‌گذاری در بندر چابهار هستند حتی خدمات و محصولات گمرکی و ویزا و تعرفه و ایناشان هم از اینا بر نمی داره برشان ساده میشه امی صحبت که ایرانی ها کردن میرسانه که فوق العاده بندر چابهار برای ایرانی ها چی داره؟ اهمیت داره یک و گام های عملی وقتی ما از گام عملی صحبت می کنیم رفتن دکتر عبدالله به ایران در شرایطی که سخت اوضاع منطقه التهابی بود خودش میرسانه که دولت افغانستان بسیار علاقه داره که بتانه و گام های کلان اقتصادی رو برداره مثلا چوب آور در که یک ادی مسئله چابهار هست وگرنه در امو شرایطی که درست در امو روزی که دکتر عبدالله و جانب ایران جانب ایران رفت در همون روز بود که مناسبات ایران و عربستان سعودی در اوج تنش خود رسیده بود قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی قطع روابط دیپلماتیک سودان و بعد از کشورهای دیگر با, با ایران اینها میرسانه که اگر افغانستان علاقه نمیداشت و نمیخواست یک گام عملی را میتونست که سفر را لغو بکنه و سفر در واقع یک ریسک سیاسی هم بود حالا برخی از آگاه ها نمونه میزنن سفر خوب همزمان با که شما اشاره کردین که عربستان و به ایران قطع روابط دیپلماتیک کردن و پس از او به آقای عبدالله سفر کرده بود به چابهار و ایران و بحث امضای تفاهم نامه اقتصادی بین ایران و افغانستان وزیر خارجه عربستان به پاکستان سفر کرد پاکستان دولت پاکستان از موقف عربستان حمایت کرد و همزمان با این گفته میشه که طالبا خیلی علاقه نشان دادن که زود روند گفتگوهای صلح آغاز شوه برخی آگاه به با این باور اینا نقشه ها است یا هم پاکستان دست آستین بر زده که این معادله را واقعا بر هم بزنه خب پاکستان همیشه کوشش میکنه که از فرصت ها بسیار خوب استفاده بکنه پاکستان میدانه که عربستان به عنوان یک کشور مقتدر اقتصادی در سطح منطقه و متحد استراتژیک ایالات متحده آمریکا و پاکستان هم متحد استراتژیک ایالات متحده آمریکا طبیعتا دست پاکستان و کشورهای حوزه خلیج با حمایت آمریکا در این معادله بالاتر هست و هم همیشه کوشش کرده که امو 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 دست بالا را بگیره اما برای افغانستان باز بحث جداست افغانستان به عنوان یک کشور اسلامی برای ما دین اسلام و مناسبات ما با کشورهای اسلامی بسیار اهمیت داره ولی باشد. پاکستان این مسئله برای از اون اهمیت نداره پاکستان منافع خود را میسنجه ولی ما ضمن از که منافع خود را میسنجیم که در همین برهه اساس زمانی حمایت ما از ایران یا حمایت ما از عربستان به خیر ما نیست چیزی که بر خیر ملت افغانستان هست ایست که تشویق بکند و هر دو طرف به خیشتنداری دعوت بکنه به عنوان دو کشور مسلمان و درگیری بین جهان اسلام به نفع هیچ یک از کشورهای اسلامی هم نیست این برای ما بسیار اهمیت داره و ما در جایگاه هم قرار نداریم که ما خواسته باشیم آآ, چی بکنیم که بیاین از یک از کشورها حمایت بکنیم چون ما میتونیم صدمه ببینیم از هر یک از هر کشورها از یک طرف اگر ما جانب جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور همسایه خود بگیریم خب با شرایط Uh, مشکل مشکلاتی که ما مشکلات امنیتی که در داخل افغانستان داریم و عربستان سعودی و کشورهای uh, حوزه خریج با صدور افراتیت به افغانستان بسیار دست بالا دارن ما میتونیم برای خود یک جنجال بسیار کلان خلق بکنیم از جانب اگر ما خواست باشیم جا با جا با طرف عربستان سعودی رو بگیریم با هم به عنوان یک کشور همسایه و مسلمان در کنار خود ما, ما, ما میتونیم که یک از مشکلات با خود داشته باشیم ایران هم کشور است که سالها افغانستان حمایت کرده و میلیون ها مهاجر افغانستان در کنار خود داشته و خیلی از کشورهای بیرونی که به افغانستان می و میروند روند هم ما هستیم و همین همسایه های ما که به عنوان مسلمان باید به با کنار همدگر ما باقی بمانیم بنا به خیر ما در این کشمکش ها به این است که ضمن از مناسبات به هر دو کشور توازن مناسبات دوستانه ما رعایت بکنیم کوشش بکنیم که ای دو کشور را به خشتنداری دعوت بکنیم و نگذاریم که جنگ بین کشورهای اسلامی که همان فرصت خوبی برای کشورهای غیر مسلمان است برای بر تضعیف جهان اسلام کار بکنند ایر ای, ای ما نگذاریم که چنین چیزی بشه یقینا که جنگ بین کشورهای اسلامی مخالفت بین کشورهای اسلامی تنش, تنش و کشمکش بین کشورهای اسلامی اسلام تضعیف میکنه خب با شرایطی که اگر اجازه بفرمایید با, با شرایطی که همین آله تحت نام داعش و ده ها گروه و گروه پدگه تمام کشورهای اسلامی ارتبابی هست <applause> شما جنگ های سوریه رو میبینین جنگ های عراق رو میبینین یمن بینین با افغانستان میبینین و مشکلات نسبی که پاکستان داره و بعد از کشورهای اسلامی دیگه اینا هم که کش کشورهای اسلامی در مجموع ارتهابی است وقتی کشمکش دولت ها هم در وسط به وجود بیایه به این معنی است که ما خود داریم به دست خود ریشی اسلام از بیخ و بر میکنیم اگر دولت افغانستان دستگاه دیپلماسی افغانستان و بالاخره سفر آقای عبدالله به چابهار و امضای تفاهم نامه ها واقعی باشند و اراده واقعی وجود داشته باشه به نظرتان با توجه به فرصت ها چگونه بسترسازی و فراهمی های را دولت افغانستان بکنه و موانع ها را و سنگ های فرارو را برداره و ایروند آغاز شود باورم است که واقعی هست در این شک وجود داره حکومت افغانستان علاقه داره چون منافع افغانستان بنا. ما چند چیز می بگوم بگم یک حکومت فیلی افغانستان علاقه مندی برای ثبات اقتصادی افغانستان داره اما یک که میتونه این تانه ای 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 صبات وجود بیاره او بحثش جداست دو کوتاهتر اگر درنگ کنین چقدر میتونه حالا خب. با توجه به خب در این ای راستا حکومت افغانستان اراده داره ایران هم اراده داره به خاطر اینکه ای هر دو نیاز هم داره هم. دو کشور با اراده وجود داره من بعد میاد سر کشورهای همسود دیگه کشورهای همسود هم به خاطر افغانستان نه به خاطر منفعت اقتصادی که دارند در, ای در ای پروسه اونها هم مکلفیت دارن که افغانستان و ای حمایت بکنن و این بندر چی شوه این بندر فعال شوه ولی در کنار از او کشورهایی که یک بار دیگه میگم کشورهایی که منفعت از اونها منفعت اقتصادی از اونها یا مشکلی که دارند با افغانستان و کشورهایی که مشکل دارند با ایران اینا هم کوشش میکنن که این پروسه تکمیل نشوه و این برنامه با با عملی نگرده این حال افغانستان باید با تمام توانه که داره برای برداشتن تمام موانع گام های عملی را بردارد به هر قیمت که تمام میشه با توجه به مشکلاتی ای... که در درونش داره چقدر توان داره شما افغانستان افغانستان توانمندی های خوب داره به این معنا که هم کشورهای امسود افغانستان حمایت میکنند و هم مردم افغانستان حمایت میکنند. این برای ما بسیار مهم است بس. تمام مردم افغانستان از برنامه های کلان اقتصادی حکومت حمایت میکنند حاضران جان بدن قربانی بدن تا که وطن سر پای استاد بکنند بنان مردم اوزی غرب افغانستان که طبیعتا بیشتر از عملی در موج عملی میشه درست است که اقتصادی به هم افغانستان ارتباط میگیره ولی از لحاظ عملی به مو قسمت اعتماد میگیره من مطمئنم که اونها حاضرند که با تمام توانمندی که دارند از پروسه حمایت بکنن تلاش بکنند تامین امنیت بکنند تجار سرمایه گذاری بکنه و ای بر هم میگرده به کشورهایی که در اینجا زینه هستند که اونها هم بیان در سر سرمایه گذاری بکنند وقتی پای سرمایه گذاری کشورها هم کشورهای آسیایی میانه هم هند و چین به اینجا داخل شد اونا مکلفیت داره که در تامین امنیت افغانستان افغانستان همکاری بکنند بیشتر کشورها کوشش میکنند که ببینن آیا افغانستان همین اراده و توانمندی در او هست یا خیر اگر اراده و توانمندی در افغانستان وجود داشت که ما در اراده شک ندارم در توانمندی هنوز هنوز افغانستان هم آزمایش خود نداده که حکومت افغانستان می توانمندی داره یا اگر توانمندی حکومت افغانستان و حمایت ملت افغانستان عادی برنامه به شکل عملی شروع شد ما مطمئنم که خیلی از کشورها میان سرمایه گذاری میکنند و در تامین امنیت و افغانستان کمک در ادامه حالا پیشنهاد هاتون دیگه چه ها باید بکنه دولت افغانستان خب دولت افغانستان یک خوب مسئله چابهار هست همین دولت امین بحث چابهار که اگر قرار باشه آغاز شود چه ها باید بکنه چگونه فراروها را برداره دیوارها را بردار و کار عملی آغاز شود. دولت افغانستان صد هایی که متوجه در دولت افغانستان هست اونا رو باید برداره باید با تمام مخالفت ها مبارزه بکنه باید عملیات های را ایجاد بکنه ادلاعات کشفی و استخباراتی به این معنی که احتمال از این میره که این پروسه توسط یک شرسل شبکه های استخباراتی سبوتاش شود. شاید منطقهش کوشش کنم که نوعم شود. شاید یک سلسله افکار عمر <مسم> چی بسازن مختل بسازند بسازن بنان حکومت افغانستان بعد عملیه واقعیوی پیش رو بگیره ادلاد کشفی استخباراتی ادلاد هم آهنگ کردن افکار عامه با برنامه اقتصادی کلان افغانستان که بسیار ساده است این مسئله این از حکومت افغانستان استفاده بکنه و این تنها وظیفه حکومت هم نیست پارلمان افغانستان نهادهای مدنی افغانستان اعضای سیاسی علمای افغانستان در این قسمت باید افکار عامه تنویر بکنند تا تمام مردم افغانستان سر برنامه های کلان اقتصادی حکومت بیستند و از او حمایت بکنند و حکومت افغانستان هم کوشش بکنه بعد از کشورهایی که میتون از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک با اونا و توافق برسه و تفاهم پیدا بکنند که اونا حمایت بکنه برنامه با اونا تفاهم بکنه دستگاه دیپلماتیک افغانستان فعال شوه و کوشش بکنه که منفعت از اونا هم در این میان بوده باشه چون هر کشور منافع خود رو متنجه منافع از اونا رو هم در اینجا تامین شوه اما کشورهایی که باز مخالفت بکنند که یگانه کشوری که از همه بیشتر شاید در این راستا مخالفت بکنه مثلا پاکستان هست آه. افغانستان کوشش بکنه که از طریق کشورهای همسود خود مثلا چین یک از کشورهای همسود افغانستان هست لاد اقتصادی و یک از متعدین استراتژیک اقتصادی پاکستان هم هست م. میتونه تر از خود داشته باشه حکومت افغانستان میتونه از کشورهای حوزی خلیج استفاده بکنه برای, برای زیر فشار پاکستان و این تنش های ایران و حوزه ای خلیج هم میتونه که در, در کندی ای روند چی بکنه تاثیر خود داشته باشه به خاطر از اینکه خب طبیعتا اگر یک تنش ها و کشمکش ادامه پیدا بکنه اونا کوشش میکنن که بر نحوه ایران متضرر بسازند او در این مرحله اونا افغانستان همکاری نخواهد بکنن ولی اگر روابط افغانستان و ببخشید اگر روابط ایران و عربستان و اوزه خلیج خوب شود باز اونا منافع از اونها هم به اینجا گره میخورند فرصتهای فرصت های اقتصادی اونا هم دارند که از این استفاده بکنند و منافع از اونا هم تامین شود دولت وحدت ملی از بدوی روی کار آمدنش به این طرف یکی از چهاراشی بوده که افغانستان را چهار اقتصادی منطقه می سازه و از اونجایی که این مزیت و به لحاظ جیوپولیتیکش افغانستان داره و حالا گام هم برداشته شده از طرف کارگزارا و دولت مردا که بریم به طرفی که چهار منطقه شویم حالا واقعا به لحاظ نموی اقتصادی دورنما و چشمنداد که شما از افغانستان در سالهای آینده داریم این چی است؟ ما دورنمای خوبه به افغانستان میبینم اگر بگذارند دورنمای بسیار خوب فرصت های اقتصادی بسیار خوب ترانزیت خب این کالا اگر که شما اشاره کردین همین موانع هاست اگر, اگر, اگر اجازه بفرمایید افغانستان با احیای خط ابردشون با عملی ساختن پروژه تاپی با عملی ساختن پروژه کاسا و خط آهن بندر چابهار و سایر جایی که داره اما فرصت هایی که داره میتونه امو چهار رای ترانزیتی که مطرح شده افغانستان به چهار رای ترانزیت وصل شود. اما باور وقتی میگیم اگر بگذارن جنبندی کنه ما جنبندی میکنم که پاکستان و کشورهایی که نمیخوان افغانستان به این به مرحله چی مو م... 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 راهکار اقتصادی خود دست پیدا بکنه کوشش میکنند که تخریب بکنند در بعض از موارد در بعض از موارد که خود از اونها نیازمند هستند باید کوشش میکنند که همکاری بکنند باور میز که اگر جنبندی بکنیم افغانستان بزرگترین مانی خود پاکستان باید از سر ببرد و پاکستان از دو طریق میشه یک افغانستان مشکلات خود را حل بکنه <applause> ما امسال باشه باید حل بکنیم 100 سال بعد هم باید حل کنیم از اینکه 100 سال بعد حل بکنیم اول حل بکنیم مشکلات ارضی و آبی خوده. یا دوم افغانستان فشار بیاره از راه و مجره های دیپلماتیک پاکستان سر جای خودش بشونه اگر افغانستان ما با پاکستان به نتیجه رسیدیم و مداخله پاکستان از سرزمین ما گم شد شما مطمئن باشین که پرو، طالب یک پروژه هست و ای پروژه سود از بین میره و افغانستان امو فرصت های امنیتی اقتصادی و سیاسی خود را پس پیدا میکنه تا به عنوان یک مانده. کشور اگر مقتدر هم نه یک کشور باثبات سیاسی و اقتصادی در سطح منطقه با نمو بکنه. خیلی سپاس از حضورتان در بحث غلام فاروق مجرو نماینده مردم در مجلس و باز هم یادآوری میکنم که آقای توسلی غرجستانی و دانشگاه وعده سپردن پیمان شکستن و ممنون امتنان شما که تا حال پای بحث آخر خط پایدید تا بحث و دیدار دگر پویا پایدار و پاینده باشید بدرود